پسره که علاقه شدیدی به عقب و جلو کردن با دختر رو داره با یه نانازترا که شغلش دادن آشنا میشه. دختر اونو استخدام میکنه تا ازش محافظت کنه، اما اوضاع اونطوری که میخواد پیش نمیره. رفقا سلام، امروز میخوام فیلم فوق‌العاده دیدنی و جذاب اسکورت رو بهتون معرفی کنم. ناتالی در ازای دادنهای بیوقفه پول میگیره و میره سراغ یکی از مشتریاش تو هتل. یارو هم با یه پوشک گنده داره ول میچرخه. ناتالی لخت میشه و توفی حق خالدون میشینه رو سالار مرده. البته که بیشتر شبیه هست خورماست، بس که کوچیکه. بعد عملیات میره بیرون، تاکسی میگیره و کلاهکیسش رو در میاره. تو سکانس بعد میچ که یه روزنامه نگاره رو میبینیم که با دوستش و دوتا دختر رفتن سر قرار. میچ که دائم الراسته و با دیدن هر دختری سالارش خبردار وای میسته، اینجا هم با دیدن میلا راست میکنه و خودش رو به دستشوی میرسونه. خلاصه یه دستی سر سالارش میکشه و راحت میشه. بعدم به دوستش میگه من باید برم خونه چون خیلی کار ناتموم دارم. میچ از نرم افزارهای دوستیابی استفاده میکنه و روزی چند تا دختر رو میبره خونه و روی تخت باهاشون زارتان زورتان میکنه. داداش فکر خودت نیستی، فکر اون بیچاره باش. زخم کردی بس دیگه. اون شب میچ ناتالی رو تو رستوران میبینه و اونم میگه شبی $3000 میگیرم و تا خود صبح پاها رو وسط هوا میکنم. میچ که تا حالا واسه کلوچه پول نداده مسخرش میکنه و میگه تو 1000 تا هم نمیارزی. دختره میگه من از یه دانشگاه معروف فارغ التحصیل شدم و البته دوگانه سوزم، پس میتونی تا صبح حالشو ببری. اما میچ حرفاشو به بیزای چپش دایورت میکنه. روز بعد رئیس میش به خاطر تعدیل نیرو اخراجش میکنه و میگه اصلا نمیشه رابطه خوبی با تو گرفت و با بقیه هم رفیق نمیشی. میش هم از خودش ناامید شده. چند هفته میگذره و میش دنبال شغل جدیده، اما همه جا رزومه‌شو رد میکنن. بعد واسه کار میره به دفتر یه مجله، اما اونجا هم ردش میکنن. اونا بهش میگن مطالبی که میخوای چاپ کنی به درد نخورن و کسی رو جذب نمیکنه. میش قول میده یه مطلب جذاب واسه مجله آماده کنه. میش میره خونه و یاد ناتالی میفته. همون شب میره به بار تا ناتالی رو پیدا کنه و از مسئول بار سراغ ناتالی رو میگیره. ولی خیلی تابلو رفتار میکنه و اونم که شک کرده پلیس میگه همچین دختری رو نمیشناسه. ناامید میشه و از اونجا میزنه بیرون که یهو ناتالی رو میبینه. میرن داخل و با هم صحبت میکنن. میش میگه به کمکت نیاز دارم و میخوام داستان زندگیتو بنویسم تا شاید بتونم توی دفتر مجله استخدام بشم. اما ناتالی قبول نمیکنه. اون میگه نمیخوام همه از زندگی شخصیم خبردار بشن. بعد از این ناتالی میره پیش یکی از مشتریاش تا باش حماسه آفرینی کنه. مشتری میخواد به زور ازش لب بگیره، اما اون به کسی لب نمیده. واسه همین یه لگد میزنه وسط پاشو فرار میکنه. جلوتر ناتالی داستان رو واسه دوستش تعریف میکنه و اونم میگه باید یه بادیگارد بگیری. ناتالی به میچ زنگ میزنه و روز بعد باهاش قرار میذاره. اون میگه پیشنهادت رو قبول میکنم، اما باید هر جا میرم با هم بیای. میچ از اینکه ناتالی یه معلم خصوصی و به یه بچه کنزن ریاضی درس میده شوکه میشه. بعد کلاس میرن دیدن دوستای ناتالی. اینجا میچ متوجه میشه این دوست صمیمی ناتالی کار دادن رو بهش معرفی کرده. ناتالی هم که دیده پولش خوبه افتاده تو این کار. ناتالی میگه دارم واسه کار اصلی خودم پول جمع میکنم و به محض اینکه پول کافی واسش جمع کردم از کار دادن میکشم بیرون. میچ با ناتالی میره تا از دور لازدنش با مردا رو زیر نظر داشته باشه. بعدم ناتالی با یه مرد خیکی میره تو اتاق تا راز بیگا کار کنن. میچ هم از پشت در صدای آه و ناله‌ش رو میشنوه. بعد از این تو مسیر برگشت میچ ازش میپرسه تو واقعا با اون خیکی حال کردی؟ اونم میگه فقط تظاهر میکنم به ام حال میده تا اینجوری پول بیشتری ازش بگیرم. هر روز رابطه اونا بهتر میشه. یه شب یکی از مشتری‌ها داره زیاده روی میکنه. میچ میپره وسط و جلوی مرد رو میگیره. تازه اینجا میچ میفهمه ناتالی گولش زده و ازش به عنوان بادیگارد استفاده میکنه. در همین حین یه پیامک واسه میچ میاد و میگه باید بره. ناتالی که فضولیش گل کرده تعقیبش میکنه. میچ میره به یه بار و بعدم با یه دختر خراب میره تو دستشویی و سفتش رو تو نرم دختر فرو میکنه. ناتالی هم دزدکی این صحنه رو تماشا میکنه. میچ بعد از اتمام طولان بزنی از اونجا میاد بیرون و ناتالی رو میبینه. اون به ناتالی میگه من سندروم سالار بیقرار دارم. واسه همینم با استفاده از برنامه های دوستیابی دختر رو پیدا میکنم و حل میدم توشون.
در ادامه میگه تو دختر خوشگلی هستی و اگه میشه خودتو جای دوست دخترم جا بزن تا خانواده‌ام بهم گیر ندن. آقا خانواده‌اش میدونن که اون یه دائم الراسته و تو هر دختری فرو میکنه. با این کار میخواد خیالشون رو راحت کنه و بهشون بگه الان دیگه فقط با یه نفر تو رابطه است. روز بعد اونا به یه خونه بزرگ میرن. معلوم میشه بابای بیچ یه مرد خیلی پول داره که تو ورزش فعالیت داشته. میچ یه خواهر به اسم امیلی داره. اونا از ناتالی خوششون اومده و از شغلش خبر ندارن. میچ با باباش صحبت میکنه و ازش پول میخواد اما اون قبول نمیکنه. ناتالی هم از پشت در حرفشون رو میشنوه. اونا امیلی رو میرسونن پیش دوستاش و خودشونم میرن بیرون تا یکم وقت بگذرونن. ناتالی میگه سال آخر دانشگاه بودم که یه لیست از کل پسرایی که بهشون حال داده بودم و تهیه کردم و واسه خنده برای چند تا از دوستان فرستادم. در ادامه میگه یکی از دوستای لاشیم لیست رو واسه دوست پسرش فرستاد. اونم لیست رو برای یه سایت فرستاد. این موضوع انقدر دست به دست شد که رسیده به یکی از شبکه‌های تلویزیونی. بعد از این همه جا بهش لقب دختر کلوچ صلواتی دادن و همین باعث شده هر جا برای مصاحبه شغلی میرفته ردش کنن. اون میگه بعد از این ماجرا انتخاب دیگه جز شغل دادن نداشتم. جلوتر وقتی میچون ناتالی میرن دنبال امیلی، امیلی شروع به گریه کردن میکنه چون دوستاش بهش توهین کردن. ناتالی هم برای تلافی میره در خونه دوست امیلی و سرش داد میزنه. اما بعد میفهمه خونه رو اشتباهی رفته و فلنگو میبنده. همون شب همگی با هم فیلم میبینن و وقتی امیلی خوابش میبره میچ شروع به مرتب کردن تخت میکنه. ناتالی هم کمکش میکنه. اینجا هر دوشون آمپرشون میزنه بالا و بالاخره لبو میگیرن و مابقی ماجرا. روز بعد ناتالی میچ رو میرسونه خونه و چون از وضع مالیش خبر داره یکم پول بهش میده. ناتالی هم وقت دکتر داره و میره. میچ هم دوباره با یه ناناس طلا میره برای انجام عملیات تقزنی، اما یهویی پشیمون میشه چون عاشق ناتالی شده. بعدم میره مطب پیش ناتالی تا کنارش باشه. جلوتر میچ با دوستش بحثش میشه چون اون میگه تو نباید عاشق این دختره بشی به خاطر اینکه کل شهر سوراخش رو اتوبان کردن. ناتالی همچنان به شغل شریفش ادامه میده، اما میچ از این وضعیت راضی نیست. دوستا و خانواده میچ تصمیم میگیرن که میچ رو بفرستن پیش روانشناس تا از وابستگی زیادش با دختر دست برداره. میچ میره پیش ناتالی و وقتی میبینه یکی از مشتریاش رو موخه شروع به کتک زدنش میکنه. ناتالی از این رفتارش ناراحت میشه و با هم بحث میکنن. ناتالی هنوز با مردا میره رو تخت سعی میکنه یه شوگر ددی پیدا کنه و باش ازدواج کنه. میچ هم سعی میکنه یه مطلب راجع به یه فاحشه که همون ناتالی است بنویسه. اون به همون دفتر مجله که قرار بود داخلش استخدام بشه میره و میگه دیگه تمایلی ندارم اینجا استخدام بشم. مسئول اونجا از این تغییر ناگهانی تعجب میکنه. میچ ناتالی رو پیدا میکنه و مردی که میخواد باغچه‌ش رو بیل بزنه میندازه بیرون تا باهاش صحبت کنه. پسر عشقش رو اعتراف میکنه ولی ناتالی ردش میکنه و اونم میره. چند ماه میگذره و میچ مطلبش رو درباره دختر فاحشه منتشر میکنه و کلی فروش میره. ناتالی هم یه شغل معمولی که به گذشتش ارتباط نداره پیدا میکنه. میچ به جلسه های روانشناسی میره تا مشکل وابستگیش به دخترها رو حل کنه. یه روز ناتالی به دیدن میچ میره و بهش میگه مجلهش رو خونده و عاشقش شده. ناتالی میخواد از اونجا بره که میچ میره و یه لب آبدار ازش میگیره. پدر و خواهرش هم با دیدن این صحنه خوشحال میشن و اینجا فیلم تموم میشه. تا ویدئوی بعد خدا نگهدار.